همانا خداوند اراده کرده است که هر گونه پلیدی و ناپاکی را از شما اهل بیت پاک سازد، چه پاک ساختنی. پسرم، آیا میدونی اهل بیتی که تو این آیه به اونها اشاره شده کیان؟ نه، کیان؟ در تمام منابع شیعه و در بسیاری از کتب تفسیری اهل سنت، اهم از تفسیر طبری، تفسیر ابن کثیر، تفسیر لباب ابن عادل، تفسیر فتح القدیر، تفسیر رازی، تفسیر کشاف و تفسیر دارالمنصور، ذیل آیه شریفه تطهیر که 33 آیه از سوره احزاب است، امیرالمومنین علی، فاطمه، حسن، حسین علیهم السلام، اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم معرفی شدند و حتی ام سلمه یکی از زنان پیامبر که آیه تطهیر در خانه او نازل شده است نیست جزء اهل بیت نبود. حتی پیامبر به مدت 30 از کنار خانه فاطمه سلام الله علیها عبور می کردند و با نام السلام علیکم یا اهل بیت نبوه و آیه تطهیر اهل خانه حضرت را به نماز دعوت می نمودند. حالا متوجه شدی که اهل بیت پیامبر همین 4 آره پدر، متوجه شدم. خیلی خوب، میریم چند صفحه جلوتر. پاداشی برای رسالتم نمی خواهم اگر مودت و همراهی با اهل بیتم. مودت؟ مودت یعنی چی؟ مودت یعنی دوستی همراه با اطاعت و همراهی، یعنی علاوه بر محبت باید به فکر اهل بیتم بود. پیامبر مردم رو به مودت به اهل بیتشون و مراعات حال اونها دعوت کرد. اما مطابق آیه تطهیر و آیه مودت، امت پیامبر تا امروز میبایست نسبت به اهل بیت ایشان مودت و محبت نشان میدادند. اما بایست ببینیم که چگونه به تنها اجر و مزد رسالت پیامبر پاسخ گفتند. این سؤالی است که به دنبال جواب آن هستیم. و اما جواب، از امروز و این دوره شروع میکنیم. در سالهای 1385 و 86 هجری شمسی مطابق با 1427 و 28 هجری قمری، حرمهای ائمه عسکریین در سامر را به کلی تخریب گشت. حرمی که 2 از اهل بیت پیامبر، 2 بزرگوار از فرزندان حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیهم، حضرت امام هادی و حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در آن مدفونند. حادثه‌ای که قلوب میلیون‌ها شیعه و محب اهل بیت را در سر تا سر عالم محزون و ماتم زده نمود. نشانه بود بر مودت با اهل بیت پیامبر توسط عده‌ای از دشمنان امیرالمومنین علیه السلام به وقوع پیوست.
حدود 100 سال قبل حرمهای ائمه بقی در مدینه و در جوار حرم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم توسط فرقی بیدین با خاک یکسان شد و ذریح 4 تن از جگرگوشه های حضرت صدیقه کبرا سلام الله علیهم اجمعین تخریب شد. آن گنبد و بارگاه به چند قبر خاکی تبدیل گشت و این بود محبت و مودت وافر امت نسبت به خاندان رسول خدا که پس از حدود 100 سال هنوز هم پا بر جاست. اینها همه در عصر ما رخ داده است، اما به چند قرن قبل تر برمیگردیم، تا زمان حکومت حاکمی ستمگر متوکل عباسی. وی در زمان حیات پربرکت امام هادی علیه السلام حاکم بود و در دوران حکومت خود چندین بار قبر ابا عبدالله الحسین علیه السلام را به آب بست و در نهایت تخریب نمود. با تخریب قبر، حرم و بارگاه حضرت امام حسین علیه السلام محبت خود را نسبت به خاندان رسول خدا نشان داد. زمان را به عقب برمی‌گردانم. دهم محرم سال 67 هجری فاجعه‌ای بزرگ در صحرای کربلا رخ داد. به شهادت رساندن فرزند صدیقه طاهره سلام الله علیها توسط عده‌ای از تابعین و فرزندان صحابه پیامبر که به فرمان یزید بن معاویه انجام گرفت. حادثه‌ای که در آن سر 72 تن از یاران با محبت اهل بیت بر نیزه بالا رفت. و این بود نمونه بارز دیگری از نحوه برخورد مودتانه امت اسلام با اهل بیت رسول الله. در 28 صفر سال 50 هجری مصیبت بزرگی به خاندان رسالت وارد آمد. به شهادت رساندن فرزند بزرگ حضرت زهرا سبط اکبر رسول خدا امام حسن مجتبی علیه السلام و تیرباران جنازه پاک آن بزرگوار در کنار قبر پیامبر، آن هم توسط فردی که از نزدیکان پیامبر بود. انگار روزگار میخواست به مردم نشان دهد که امت اسلام چگونه مودت خیش را به اهل بیت نشان میدهد. جود و کرم نداره آقا تو مدینه، ولی حرم نداره آقا عشق و آه. غریب اونیه که همدم عشق و آه، دیده که مادره تو کوچه بی پناه، دیده که مادره تو کوچه بی پناه. خور شد حرم نداری چون حرم ها رو دارن خراب میکنن. آخ کریم در زمان حیات امیر المؤمنین علی علیه السلام. خوب که نگاه میکنیم میبینیم که چه ظلم هایی نسبت به این بزرگ اهل بیت روا داشته شده است، مظلومیتی که حتی بزرگان اهل سنت در کتاب های خود به آن اعتراف کرده اند. به عنوان مثال در تاریخ بغداد و مجمع الزوائد که هر دو از کتب مشهور اهل سنت اند، این مظلومیت بیان شده است. سخن از مظلومیت حضرت امیرالمومنین علیه السلام به میان آمد. خوب است برای آگاهی بیشتر به ذره ای از این مظلومیت اشاره کنیم. مظلومیت در ماجرای جنگ صفین و قرآن بر سر نیزه کردن. در این جنگ 20,000 نفر از سپاهیان امیرالمومنین به خاطر دسیسه معاویه بر امام زمانشان شمشیر کشیدند و قصد جان امیرالمومنین را نمودند. برای آگاهی بیشتر به شرح ابن ابی الحدید معتزلی سنی و
و کتاب صفین نصر ابن مزاحم مراجعه نمایید. مظلومیت در بین یاران و گلایه از سستی آنان. در این قسمت ماجراهای گوناگونی در تاریخ